ساختی مشی عباس به این نحوه که پوست خامی گوسفند یا بزا شکلی جلدی برای ما میارن، ما بعد از شستشوی زیاد کثیفیاشو میگیریم، تره تمیزش میکنیم، پشت سرش آبگیری میشه، بعدی آبگیری شروع میکنیم به موادهی. موادهی حدوداً 2 روز یا 3 روز داخلی پوست میمونه، موادی گیاهی هم هست، 2 روز یا 3 روز داخلی پوست میمونه، بعدی 2-3 روز طوری میشه به صورتی آماده میشه که این مو کنده بشه. بعد مرحله چربی گیریش میشه. چربی گیری یه مرحله است که مواد زائدی پوسا با تیغ یا با یه شیء تیزی میگیرن، مثل قدیما، مثل اره، یه همچین چیزی باشه، شروع میکنن به گرفتنش. بعد این پوس که چربیاش گرفته شد، تره تمیز شد، هیچ عیب و ایرادی نداشته باشه که بو نده، اینا یه موادی درست میکنیم، ما میزنیم داخلش، داخلش مواد میمونه حدوداً یه 24 ساعت اینجورا که موند که این پوست حدوداً خودش جمع کنه، صفر بشه، بشه دوخت دوز روش بکنیم. بعد که درش آوردیم استو مواد آبگیری میشه باز دوباره، بعد ورش میداریم میذاریمش رو تخته، رو تخته که میمونه شروع میکنیم به سنبه زدن، سوراخ کردن خودی پوست، و با نخ پلاستیکی اینا میدوزیمش به طوری که دالبر دالبری بشه، بشه توش سنگ یا چوب یا حس خورمانی گرداش. بعد همون دالبوریا را از دم تا دوخته شد زبدری شروع میکنیم به دوخته دوزی جدا جدا تک تک که اینا به هیچ عنوان آب نده. کسانی که مشک آب را در جمع و برای رساندن آب به تشنگان حمل میکنند آبرسان یا سقا نامیده میشوند. سقا در لغت به معنای آبیار است. در گذشته افرادی بودند که مشک آب آشامیدنی را روی دوش می گذاشتند و در کوی و برزن به راه می افتادند و به رهگذران در راه خدا و یا در مقابل دریافت مبلغی ناچیز آب می دادند. همه ایمون شفاعتی حضرت عباس می خواهیم. یه عقیده ای بوده از بسجی با نظر نیاز ما بزرگ شدیم و تو این کارم قدم برداشت. خودی من دستم به مش میره با شروع به کار میکنم، یاد اون صحنه میفتم، یاد اون آب برداشتنی حضرت ابوالفضل تیری به چشم و به مشک این چیزا، یه اینا چیزایی است که تو این صحنه بوده با همه را دگرگون میکنه.
بله. روزی عاشورا خودم خیلی تشنه میشه و از زوری عاشورام هرچی تو بحرش رفتم تو منطقه‌ای که من بودم هوا ابری شده، صلات زور هوا ابری شده، آسمون تو هم رفته. اینا خودش یه نشونه هایی هست. شما همین صحنه سراره که به زبون آسون است، این سراره میکنن تو نیزه و را میفتن و این حضرت زینب با این بسا امام سجا چقدر اینا طاقت داشتن. البته این کار خدایی بوده، این کار باید اتفاق می افتده که این دینی اسلام تا حالا ادامه پیدا کنه. یعنی معلوم نبود این دنیا به چه حالی بود. ما در مقابل این حادثه مسئولیم. چرا؟ چون دینی اسلام گسترش بدیم، حالا یا با نماداش یا با کلماتش یا با حرفش یا با عزاداری، اما این دینی اسلام رو باید گسترش بده. سقایی پس از رواج اسلام و به یاد لبتشنگان واقعه کربلا در میان مردم ترویج پیدا کرد و این فرهنگ کم کم به سقاخانه تبدیل شد تا خستگان و تشنگان از راه به یاد لبتشنگان واقعه کربلا و حضرت ابا عبدالله الحسین و سقای کربلا حضرت ابوالفضل العباس سیراب شوند و با نوشیدن جرعه ای آب بر امام حسین علیه السلام سلام می دارند. بعد از این مرحله دوباره یه موادی آماده می کنیم و می ذاریم داخلی مواد تا این مواد خوب خوردش برد، حدوداً یه نصف روز یا یه روز داخلش باشد تا این خوب خوردش برد. بعد از این میاریمش بیرون و روی سطحی صافی میذاریمش بمونه تا خوش بشه. بعد چه خوش شد اینا آمادش بکنیم برای مهری که میخوایم روش بزنیم، مهر داغی که میخوایم روش بزنیم.
مشک عباس از زمانی که پدرمون شروع به این کار کرد، ما هم آروم آروم با این کار آشنا شدیم و به ساختی مشک اینا روی آوردیم. حدوداً یه 10-20 سالی هست. مشتری ها بیشتر همین هیئت ها میشند، همین اشخاصی که میرن کربلا، دنبالی خودشون میبرن کربلا، توش آب میریزن، میرن، میان، یا همون روزی شهادتی حضرت عباس داخلش آب میریزن، نرز دارن و به مردم آب میدن. من هرچی فکرش میکنم میگم یه لیاقتی بوده است خدا و حضرت عباس به من دادن، ائمه دادن که نوکریشون رو بکنم، یه زوری باشه که من خالصا مخلصا پیش برم، چون من تو مادیاتش نیستم. خیلی ها هستن قیمتاش شاید بالاترم بوجن، اما من نه، من هرچی طرف راضیه میگم برداره برو. چرا؟ چون میخواد توش آب بخوره، آب هم که مهری حضرت زهرا است. مشک صورتی استفادهش برای هر شخصی، هر شخصی برای یه کاری استفاده میکنه. اینا حدوداً هم توش آب میتونی بخوری، هم آب توش میریزن، هم توش موادی لبنی نگر میدارن. موادی لبنی هم حدوداً یک ماه طول میکشه. این یه وسیله‌ای بوده به خاطری حملی آب و مواد غذایی. چرا؟ چون طوری میشه که قارسا چبکای اینا نمیگیره. این مشک یه حالی داره که هرچی ضرر و مضراتی اون آب باشه، مواد غذایی باشه، از مشک بیرون میکنه، از داخلی مواد میگیره به بدن خودی مشک بیرون میکنه، یعنی آبا تصفیه میکنه. یه تصفیه آبیه. اون موقع هم که زمانی قدیم بوده و زمانی پیغمبر اینا، شاید مثلا کاسه و این چیزا میتونستن بسازن یا چیز، اما بردن و آوردنش سخت بوده. این مشک طوری بوده که به همه شکلی در میاد، هم رو شونت میتونی بذاری، هم تو دستت میتونی بگیری، هم تو ظرف میتونی بذاری، رو شتر، رو اسب، هر جا که بخوای، رو زینی اسب هم میتونی بذاری سفر بری. به خاطری همین بوده که اینا مشک استفاده می کردن. مشک هم دوامی زیادی داره، 5 سال یه وقت میری یه مشک کار میده. به خاطری همینه. بعد طرف ها مثلا همین عشایری خودمون هم دارن با مشک استفاده میکنن. الان آب خوردن و آب آوردنی از سری چشمه و بردن اینا، وقت اون آلایندگی یا میکروبی چیزی هم اگه تو آب باشه، گچی چیزی اگه تو آب باشه، همه رو مش میگیره.
یا امام زمان، من رضا سرامیم، همین که نوکری حضرت عباس رو میکنم برام بسه، اما تا آخری این کارم دوست دارم نوکری اهل بیت باشم. دوست دارم این افتخار از من نگیری، افتخاری که نوکری عمودون باشه، نوکری جددون باشه، حضرت زهرا، حضرت علی و شفاعتی همه را بکنین، شفاعتی منم بکن. این مشک‌های کوچک که هنوز در گوشه‌هایی از شهر به چشم می‌خورند، اعتبارشان را از سقای بزرگ کربلا یعنی ابوالفضل العباس دارند. او که نمی‌توانست ناله العطش کودکان را تاب بیاورد و با رشادت تمام برای آوردن آب تلاش می‌کرد، اما تنگ دستی فرات اجازه نمی‌داد حتی جرعه‌ای از آن آب به خیمه‌ها برسد. چه غم بزرگی بر دل عباس ماند وقتی مشکش را نشانه گرفتند. او تنها سقایی بود که برای آب دادن نه تنها معاوضه‌ای نگرفت، بلکه تمام تنش را به تیغ و نیزه سپرد. او بهای آن آب را با جان و تن خیش به سپاهیان دشمن داد، هرچند لیاقت فرات جز بر زمین ریختن چیز دیگری نبود. انگار عباس می دانست که فرات هم دست دشمن است و با ننوشیدنش حسرت مدامی را به دلش گذاشت. کسی که تمام جان و تنش را در راه سیراب کردن طفلان تشنه لب حرم فدا کرد. آب مهریه زهرا بود، حق اولاد فاطمه و علی بود، اما فرزندش را تشنه کام در چند قدمی فرات شهید کردند بدون آن که با جرعه ای آب سیرابش کنند. برای همین است که شیعیان با هر بار نوشیدن آب بر او و اصحاب و یارانش سلام می دهند.